این انابین خبری هفته رأی به پیشرفت شعار انتخاباتی جاستین ترودو من استفاده از تلفن همراه در مدارس استان آنتاریو وعده جدید لیبرال ها برای کاهش هزینه های موبایل و اینترنت وعده آقای شیر درباره ازدواج همجنسگرایان و سخت جنین اختصاص بودجه 250 میلیون دلاری دولت فدرال به کبک برای کمک به پناهجویان الزامی شدن نصب چسب در پمپ بنزین های استان آنتاریو سلام وقت خیر به کانادا هفت از شبکه ای ام جی خوش آمدید در این برنامه مروری خواهیم داشت بر مهمترین عناوین خبری کانادا در هفته ای که گذشت. من هم سلام عرض می کنم و ممنون که تا پایان کانادا هفت همراه ما هستید. با نزدیک شدن انتخابات کانادا در ماه اکتبر، حزب لیبرال شعار انتخاباتی خود را رسما اعلام کرد. رای به پیشرفت. به گفته این حزب پیام های تبلیغاتی حزب لیبرال از این هفته از تلویزیون های سراسر سر کانادا پخش خواهد شد. در یکی از این ویدیوهای تبلیغاتی آقای جاستین توردو از خدمات دولت لیبرال به کانادایی ها همچون حذف مالیات برای خانواده های متوسط و کم درآمد، ایجاد طرح مقرری برای کودکان و طرح تغییرات اقلیمی در این کشور سخن میگوید. و به عملکرد حزب محافظه کار همچون حذف مالیات افراد ثروتمند و حذف خدمات برای همه اقشار اشاره می کند. این آگهی تبلیغاتی با جملات آقای ترودو که از مردم میخواهد با رأی دادن به حزب لیبرال حرکت به سوی پیشرفت را انتخاب کنند در غیر این صورت مجبور خواهند شد که به سیاست های دولت هارپر بازگردند پایان مییابد انتخابات دولت فدرال در تاریخ 21 اکتبر در سراسر سر کانادا برگزار خواهد شد روز پنج شنبه 29 آگوست وزیر آموزش استان آنتاریو اعلام کرد استفاده از تلفن همراه در کلاس درس در تمامی مدارس این استان از تاریخ 4 نوامبر ممنوع خواهد شد این وزارتخانه اعلام کرد این ممنوعیت شامل ساعات آموزشی در مدارس خواهد بود و تنها در صورت ایجاد ضرورت‌های پزشکی حمایت از نیازهای تحصیلی دانش آموزان با شرایط خاص و در جهت اهداف آموزشی تنها در صورت صلاح معلمین دانش آموزان می توانند در ساعات درسی نیز از تلفن همراه خود استفاده کنند. بر اساس بررسی دولت استانی که در سال 2018 انجام شد، 97 درصد از والدین، دانش آموزان و معلمین خواهان من استفاده از تلفن همراه در ساعت آموزشی بودند. همچنین به گزارش سازمان بهداشت کانادا، نوجوانان بیش از سه ساعت در روز از تلفن همراه استفاده می کنند که میتواند موجب عدم تمرکز در آنان و در نهایت کسب نمرات پایین در امتحانات شود. وعده جدید حزب لیبرال در صورت پیروزی در انتخابات با توجه به شکایات مردمی از بالا بودن حزینه های مربوط به موبایل و اینترنت در کانادا، حزب لیبرال در یک وعده انتخاباتی خبر از کاهش این حزینه ها داده است. بر اساس گزارش CRTC، حداقل 9 درصد از درآمد خانواده‌های کانادایی صرف پرداخت این هزینه‌ها می‌شود بر اساس آخرین گزارشها در سال 2018 هزینه ماهیانه اینترنت 2 گیگابایت در کانادا 75 دلار است در حالی که میزان مشابه در ایالات متحده 61 دلار و در روم تنها 21 دلار است در استرالیا نیز که گستردگی جمعیت در آن مشابه کانادا است این هزینه ها در ماه تنها 24 دلار میباشد آقای اندرو شیه رهبر حزب محافظ کار کانادا اعلام کرد در صورت روی کار آمدن دولت وی در انتخابات پیش رو حزب او وارد موضوعات مناقشه برانگیزی همچون مسئله ازدواج همجنسگرایان و حق سخت جنین نخواهد شد. در این حال آقای شیر اعلام کرد که ممنوعیتی برای نمایندگان پارلمان در جهت اظهار نظر در این موضوعات اجتماعی وجود نخواهد داشت. آقای شیر این سخنان را روز پنجشنبه 29 آگوست یک هفته پس از انتشار ویدیویی اعلام کرد که در آن با ازدواج همجنسگرایان مخالفت بکند. این ویدیو که مربوط به سال 2005 است یک هفته پیش توسط حزب لیبرال منتشر شد. آقای شیر همچنین ضمن سخنان خود روز پنج شنبه آقای جستین ترودو را به استفاده از موضوعات مناقشه برانگیز برای سرپوش گذاشتن بر ناتوانی های خود در عمل کردن به وعده های پیشین انتخاباتیش متهم کرد. دولت فدرال کانادا از اختصاص بودجه 250 میلیون دلاری به استان کبک خبر داد. این بودجه برای کمک به اسکان و حمایت از پناهجویان به این استان اختصاص داده شده است. پیشتر آقای فرانسوا لوگو نخست وزیر این استان درخواست بودجه 300 میلیون دلاری برای اسکان پناهجویان به دولت فدرال داده بود. از سال 2017 تا کنون شمار پناهجویانی که با عبور از مرزهای کانادا و ایالات متحده آمریکا خود را به این استان رسنده و درخواست پناهندگی کرده اند رو به افزایش بوده است. دولت فدرال با تخصیص این بودجه در بیانیه ای روز پنجشنبه 29 آگوست از تلاش این استان در اسکان و حمایت از پناهجویان تقدیر کرد. و در پایان قانون جدید لزوم استفاده از برچسب های کاربون تکس در همه پمپ بنزین های استان آنتاریو از روز جمعه سی آگوست اجرایی شد. با این حال عدم استفاده از این برچسب در پمپ بنزین های این استان تا چند ماه نخستین اجرای این قانون جریمه در پی نخواهد داشت. اما پس از پایان این دوره افرادی که از استفاده از این برچسب خودداری کنند می تا سقف 500 دلار و شرکت ها نیز تا سقف 5000 دلار به ازای هر روز جریمه شوند. هفته گذشته آقای داکفورد نخست وزیر آنتاریو اعلام کرد نصب این برچسب ها بخشی از تلاش دولت وی برای آگاهی رساندن به مردم درباره هزینه های مربوط به مالیات کربن است. با این حال بسیاری از ناظران این اقدام را در دوره پیش از انتخابات فدرال اقدامی در جهت فریب از خانه عمومی نامیدند. این بود مروری بر اخبار مهم کانادا در این هفته از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید از شما سپاس گذاریم شما میتونید نظرات پیشنهادات و انتقادات خودتون رو از طریق شبکه های اجتماعی با ما در میون بگذارید فراموش نکنید ما رو در این شبکه های اجتماعی دنبال کنید هفته خوبی رو براتون آرزو میکنیم خدا نگهدار از همراهیتون با کانادا هفت سپاس گذاریم تا یک شنبه آینده و کانادا هفته دیگه خدا نگهدار